درود مجدد، امیدوارم که صدا درست شده باشه. دوستان بنویسید اگر صدا مشکلش حل شده که بریم سراغ برنامه. درود بر شما، درود گرامیان، درود بر شما. خب عزیزم، من که دعوتت کردم بیای بالا، خب نمیای بالا، چیکارت کنم؟ هی دوباره زیادی درخواست میزنی بیای بالا. دوستان الان صدا خوبه؟ حتی صدای من یه مقداری به هم ریخته ها، اگه فکر میکنید. بله، خب امروز جمعه 8 اردیبهشت 2582 شاهنشاهی، امروز زادروز شاپور علیرضا نازنین بود که بین ما نیستم، ولی تولد ایشون، تولد شاهدخت لیلا، شاهدخت فرهناز و رضا شاه دوم، یکی از اون روزهایی که تو تاریخ ایران ماندگار خواهد بود. بنابراین تولد ایشون رو به همه هممیهنان تبریک عرض میکنیم. من در رستاخیز، همین رستاخیزی که درش هستیم، چند وقت پیش برنامه گذاشتم، گفتم جای یک سری شخصیت ها خالیه. شخصیت های مثل شاپور علیرضا، مثل شاهدخت لیلا، مثل شاپور غلامرضا، مثل جاویدنام فرخزاد، مثل شهریار شفیق نازنین و خیلی از ایرانی های دیگه ای که شاید آرزوی دیدن یک همچین روزهایی رو داشتن که مردم ایران بیان توی خیابون ها به فریاد بزنن جاوید شاه. خیلی برای شاهدخت علیرضا و شاهدخت لیلا سخت بود تحمل اون روزگار، کما که در مصاحبه ای هم که پادشاه داره با اون مکس امینی اشاره میشه به این تایم زمانی، و شما میتونید اونجا بغض رو توی چهره پادشاه ببینید. به هر حال خب بریم سراغ مسائل روز. زنده یاد رضا فاضلی. بله، امامی که خدا بخشیان. بله، اینا کسایی بودن که دوستان آرزوی دیدن یک همچین روزهایی رو داشتن. چقدر بلاش تلاش کردم، مثلا کسی مثل رضا فاضلی چقدر روشنگری کرد، چقدر افشاگری کرد، چقدر زندگیش رو گذاشت، یا آقای عمومانوک به قول معروف چقدر، بله، سپهبد جهانبانی، خیلی اگه بخوایم اسم ببریم، خیلی 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 میهن پرستانی که امروز دیگه پیش ما نیستن، بین ما مردم نیستن، زندگیات فرخزاد و خیلی از دوستان. به هر حال ای کاش می بودن و این روزها رو می دیدن. به جاش عرازل اوباش ایران ستیزی مثل اسماعیل نوریالا، مثل حسن شریعت مداری، مثل عبدالله معتدی تروریست، مثل شکوه میرزادگی تروریست، مثل مهرنگیز کار تروریست، مثل شهریار آهی ایران ستیز، مثل خیلی از ایران ستیزان دیگه که امروز هستند، اون روز هم بودند، هستند. البته خوبه که اینها هستند. میدونید چرا؟ بزرگترین تنبیه عرازل 57 میدونید چیه؟ بزرگترین تنبیهشون بازگشت پادشاهی به ایرانه. باور کنید، من فکر نمی کنم حکمی سنگین تر از این بشه به این عرازل 57 داد، بازگشت پادشاه به ایران. برحال بریم سراغ مسائل روز. خب در مورد سفر پادشاه به ایتالیا که کماکان دوستان، بله، خب جاویدنام، کسروی و شجاع‌الدین شفا، حالا تا حدودی کسروی که کلن توی اون دوران بود، این دوران رو ندید کسروی، اگه این دوران رو دیده بود که اصلا داستان میشد بساش. سفر پادشاه به ایتالیا رو دوستان کماکان در جریانش هستید. یه توییت ایشون گذاشتن و توی این توییت اشاره مستقیم کردن که سفر به اسرائیل و ایتالیا، هدف از سفر به اسرائیل و ایتالیا دیدار با رهبران مذاهب بزرگ دنیاست، یا رهبران بزرگ مذاهب دنیا، که یکی از مذاهب که مسیحیت، رهبرش هم پاپ فرانسیس، رهبر نمیدونم چند میلیارد مسیحیان جهان، اون یکی هم که
توی اورشلیم بود. این یکی هم رهبر مسلمانان جهان اسلام، یعنی مافیای اسلام هم که توی انگلستانه. اون سه سوراخی که قبلا در موردش صحبت کرده بودیم، سه سوراخ اصلی مافیا، یکیش تو واتیکانه، یکیش تو لندنه، یکیش توی اورشلیمه. بنابراین ارباب بزرگ، شاید اینجوری بگیم ارباب بزرگ مافیای جهانی توی این سه سوراخ لونه داره. و اتفاقا انقلاب ملت ایران هم تصمیم، شاید به نتیجه رسیدنش اینجوری بگیم، به نتیجه رسیدنش منوط به این بود که این سه سوراخ به قول معروف هماهنگ بشن با انقلاب ملت ایران و دست از حمایت جمهوری اسلامی بردارن. همون چیزی که گفتم، پادشاه با سیمچین تمام کابل‌های نگهدارنده جمهوری اسلامی رو قطع کردن. خب در مورد این سفر هم که حالا مطالبی اومد بیرون، مطالبی هم نمیاد بیرون، شاید در به صورت آرشیو تاریخی ایران بمونه این مطالب. نمیدونم چرا این سینه ما اذیت میکنه. به هر حال پس فردا یک شنبه پادشاه دعوت شدن در واشنگتن در یک مجمع، یا یک اینجوری بگیم یک جمعی از نمایندگان طبقه دوم مافیای جهانی. طبقه اول اون سه سوراخ که عرض کردم خدمتتون، طبقه دوم مدیران یا رئیس های کمپانی های بزرگ جهان، که خب میدونید اکثر این کمپانی های بزرگ جهان در آمریکا حضور دارن، یعنی دفاترشون در آمریکاست، و اگر نگیم همشون 98% هم یهودی هستن، یعنی مشاغل بزرگی که دنیا رو اداره میکنن. خب یه جلسه گذاشته شده با حضور 500 تن از سران این مافیاها. خیلی حرفه ها این صحبت ها صحبت ها که نه، این اتفاق خیلی اتفاق مهمیه. چرا خیلی مهمه؟ برای اینکه عبور از پیج عبور از پیج نفهمیدم چی، برای اینکه ایران رو جمهوری درو جمع روانه، ایران رو جمهوری اسلامی شخ زد، ویران کرد و داغون کرد، و الان برای ساخت ایران نیاز به سرمایه گذاری های بسیار بسیار غول‌پیکر هست و دارای برنامه هست. کمپانی های گردن کلفت دنیا هم در همین مجمعی که عرض کردم خدمتتون روز یک شنبه در واشنگتن برگزار میشه همشون اونجا هستن. و وقتی به قول معروف صحبت هایی میشه در مورد ساخت آینده ایران، برای این کمپانی ها جذاب و شیرینه، و وقتی هم برای اینها جذاب و شیرین باشه تلاش میکنن اون بخش دیگه ای که شاید هنوز در بین این کشورها حامی جمهوری اسلامی هستند رو تحت فشار بذارن که دست از سر ملت ایران بردارید و دست از پشت جمهوری اسلامی بیرون بکشید. و شهریار ایران قراره در این مجمع سخنرانی کنه، یا این مجمع اینجوری بگیم بهتره، این مجمع به خاطر گفتگو و سخنرانی پادشاه ایران این جلسه رو تدارک دیده. این اتفاقات اتفاقات خیلی خیلی بزرگی ها دوستان، فکر نکنید اتفاقات کوچیکیه یا چیز مثلا سطحیه حالا ازش بگذریم، نه اینجوری نیست. تصمیمات کلان در دنیا توسط این مافیاها گرفته میشه، چه ما خوشمون بیاد چه نیاد. کشور ما سال 57 در اشغال این مافیاها قرار گرفت، و الان اگر بخوایم کشورمون رو پس بگیریم باید با این ابر مافیاها وارد گفتگو بشیم. ماها که نمیتونیم وارد گفتگو بشیم، نماینده دیگه‌ای هم ملت ایران ندارن جز شخص پادشاه رضا شاه دوم، و مطمئن باشید ایشون هم بازی رو انقدر بهش آگاهی دارن که در هر گامش اگر منافع ملی ایران، منافع ملت ایران
تأمین نشه مطمئن باشید کنار نمیاد. اما تا اینجا روند اتفاقات رو که داریم میبینیم، ایشون یکی یکی یا گام به گام مراحل چی میگن راضی کردن این مافیای جهانی رو که دست از پشت جمهوری اسلامی بکشه رو به خوبی طی کرده و به مرحله فینال یا مرحله آخر رسیده. چرا پادشاه قبل از اینکه به قول معروف رستاخیز در ایران قدرت بگیره یا انقلابی صورت بگیره، یا به خیال خیلی هایی که می اومدن می گفتن، اگه یادتون باشه می اومدن می گفتن که چرا شاهزاده نمیاد، چرا فراخوان نمیده، شاهزاده چرا فراخوان نمیدی، شاهزاده چرا هیچ کاری نمی کنی، چرا نیستی، یادتونه اینا رو مثلا به عنوان دلسوز هم می اومدن بعد حمله می کردن به پادشاه. پادشاه این رو به خوبی می دونه که توی دنیای امروز اگر قرار اتفاقی بیفته در سطح کلان یا تغییر در یک کشوری، ابتدا باید زمینه این تغییر در بین مافیای جهانی به قول معروف چیده بشه، فراهم بشه. نمونهش هم چند شب پیش عرض کردم خدمتتون، مثلا در سوریه دیدید که مردم سوریه خب 25 میلیون جمعیت اومدن توی خیابون‌ها و اون اتفاقات رو رقم زدن. در نهایت بعد از چندین سال سوریه نابود شد، مردم سوریه آواره شدن، کشتارهای وحشتناکی اتفاق افتاد، سوریه شد جولانگاه مافیای جهانی برای تست انواع سلاح‌ها و در نهایت دیدیم که بشار اسد سر جاش موند. الان هم داره روابطش رو با دنیا به قول معروف بهبود میبخشه، الان داره با عرب‌های حاشیه خلیج فارس دوباره رایزنی میکنه برای اینکه سوریه برگرده به جهان اسلام یا به جهان عرب و رابطهش رو برقرار کنه. پس این وسط هم مردم سوریه آسیب دیدن، هم کشور سوریه نابود شد و هم بشار اسد سر جاش مرد. یک نمونه دیگه‌ش هم در به قول معروف ونزوئلا هم عرض کردم خدمتتون که در ونزوئلا هم به همین صورت بود. یادتونه که یک جمعیت میلیونی اومد توی خیابون‌ها و مدت 10-15 روز هم توی خیابون‌ها بود. حتی ترامپ اومد رئیس پارلمان اون کشور رو به عنوان ریاست جمهوری بهش مشروعیت داد، اما چون اجماع مافیای جهانی بر سر تغییر ایجاد نشده بود، بنابراین همه اون بازی‌ها یا اون اتفاقات به حاشیه رفت و همچنان همون رئیس جمهور سر جاش هست. حالا اینا رو میگم برای اینکه بدونید که اون زمانی که پادشاه همیشه میگن یا میگفتن قبلا من فراخوان نمیدم، اما زمانی که زمانش باشد بی تردید فراخوان رو خواهم داد. حالا زمانه داره آماده میشه. چیزی که پادشاه میدیدن خیلی ها شاید حتی توی رویاهاشون هم نمیگنجه، خیلی از این مدعیان در پیتی رو میگم، چیزی که پادشاه میدونن یا میدیدند اینها نمیدیدن. حتی اگر 85 میلیون جمعیت ایران به اضافه 50 میلیون هم از این ور اون ور میومد کمکمون، میومدیم پی خیابون‌های ایران، همچنان دنیا از جمهوری اسلامی حمایت میکرد. این یک حقیقته. چرا؟ چون جمهوری اسلامی مأموریت‌هایی رو داشت که باید برای این مافیا انجام میداد و مأموریت‌های جمهوری اسلامی بعد از طرح صلح ابراهیم تقریبا میتونیم بگیم پایان یافت. منتها گیر مافیا روی جایگزین جمهوری اسلامی بود. مافیا دوست داشت که یک جمهوری ایرانی بخشی از جمهوری اسلامی رو شاخ و برگش رو بزنه بکنه، یه جمهوری ایرانی، حالا جمهوری ایرانی فدرال یا جمهوری ایرانی با طعم فدرال، به هر حال یکی از این دوتا طرح مافیا بود. و خب دیدید جریان ها، شخصیت ها، آدم های فیکی هم که هر روز برامون درست کردن آوردن بالا. یک کسی مثل علی تجزیه رو شما فکر کنید، یه ابلهی مثل علی تجزیه فکر میکنه انقلاب در یک کشوری به همین سادگیه. آقا یا یکی دیگه هم بود، یک ابلهی دیگه هم هست کچله که میومد میگو اسلحه بگیرید دستون برید شروع کنید به جنگ و کشتار و آخوند بکشید و پاسدار بکشید و انقلاب میشه. ولی اینجوری نیست، انقلاب اونجوری نیست. انقلاب در این زمان شرایط خودش رو داره و شرایط خودش ابتدا قبل از داخل
باید زمینه در بنگاه معاملاتی دنیا فراهم بشه و پادشاه همه این کارا رو انجام داد، همه رو انجام داد و متقاعد کرد دنیا رو که اگر به همین سیستم یا به همین روال بخواید ادامه پیدا کنید که همچنان از جمهوری اسلامی حمایت کنید، از ملت ایران به ملت ایران به قول معروف خیانت کنید، بازنده اصلی شمایید. اگر بخواید جمهوری ایرانی یا به قول معروف تحول خواهی یا پوست اندازی رو ادامه بدید، نهایتش بتونید یک سال یک سال و نیم این ملت رو ساکت کنید، اما بعد از یک سال و نیم بازی تو مهم میریزه چون ملت میفهمن. اگر هم بخواید با جنگ و حمله نظامی برنامه‌تون رو پیش ببرید، خب ملت ایران ملتی نیستن که شما فکر کنید مثلا یک کشور جعلی 70 80 ساله 100 ساله 110 ساله باشه که شما بتونید مثل عراق کنترلش کنید و اون طرح فدرال رو بهش رو بقبولونید و این ملت ساکت باشن. نه، اینم نهایتش 5 سال بعد حتی اگر جنگ داخلی بشه یا حتی اگر جنگ داخلی هم نشه 5 سال بعد بازی تو برم میریزه. پس بیاید گزینه سوم چیزی رو که ملت میگن رو گوش کنید. خوشبختانه با دیدارهایی که از پادشاه انجام شده در سطح بسیار بسیار بالای بین المللی، پادشاه ایران امروز به عنوان نماینده ملت ایران به رسمیت شناخته شده. خب این نمیشد مگر، یعنی مگر اگر مثلا ما به همین سیستم رسانه ها میخواستیم گوش کنیم یا اپوزیسیون گوش کنیم که آقا نرید بگید جاویدشا، آقا نگید رضا شاه روحت شاد، برو بگو آزادی میخوایم، دموکراسی میخوایم، حقوق بشر میخوایم، برو بگو مرگ بر جمهوری اسلامی، برو بگو سبزی پلو و ماهی و همسالهم، هیچ وقت این اتفاقات نمیافتاد. دوستان، پادشاه ایران امروز به رسمیت شناخته شده به عنوان نماینده ملت ایران چون ملت ایران پشتشن. رسانه ها صبح تا شب تخریبش کردن، آدم ها صبح تا شب بهش حمله کردن، جریان سازی درست کردن، فیک سازی درست کردن، جمهوری اسلامی سریال درست کرد، بی بی سی مستند داد بیرون، رژیم اینترنشنال مقاله نوشت، رادیو فردا و فلان نوشت بر علیه ایشون. اما مردم اومدن تو خیابون گفتن رضا شاه روحت شد. ایران که شاه نداره، حساب کتاب نداره. و این چشم و گوش مافیا در کشورها هست که بازی اصلی رو به قول معروف تغییر میده و اون اطلاعات دقیقی که اونها به سوراخ‌های مافیایی دادن، در نتیجه مافیا راهی نداره جز اینکه با پادشاه ایران وارد گفتگو بشه. یکی از کلیدی ترین یا اصلی ترین بحث های ما در سالهای گذشته بوده. دوستانی که رستاخیز سیمرغ یا رنسانس ایران رو میدیدید در سالهای گذشته، اصلا صحبت ما این بود ملت بیایید توی خیابون پادشاه رو فریاد بزنید، دنیا رو مجبور کنید با پادشاه شما وارد گفتگو بشه. اونجا شما بازی رو بردید، یادتونه این مسئله رو؟ و الان اون اتفاق افتاده. الان پادشاه ما رو دنیا به عنوان پادشاه ایران، یک شبکه آمریکایی بود فکر میکنم دیدم، لایک جناب مهربانی باشن لینک شوارش فرستادم، اسم شبکه شو یادم نیست، یه شبکه آمریکایی همین دو سه روز پیش یک گزارشی داره ارائه میده در تلویزیونش و اونجا اعلام میکنه که اون شخصی که اومده مصاحبه میشه اونجا اعلام میکنه شاه در اسرائیل این حرفا رو زد. شاه در اسرائیل این حرفا، بذار ببینم دارمش، فرستاده بودم برای جناب مهربانی، اینو با هم بشنویم خیلی حال میده. ها نه، اینی که پادشاه ایران بعد از تمام این مسائلی که اینها درست کردن، اتفاقات، دروغ، دغل، بله، شبکه CBN. اینو با هم گوش کنیم، بد نیست. عرض کنم خدمتتون که همون اولش اون خانومه میگه، گوش کنید، همون اولش میگه دشاه. بله، بذارید من اینو بزرگش کنم.
told journalists in Tel Aviv that it wouldn't take foreign armies to overthrow the Iranian regime, just international support from key countries. Julie Stahl brings us the story. I have often argued that the threat is not the gun, but the finger on the trigger. Hopefully, we'll be able to elevate the Abraham Accord to the Cyrus Accord, which will include Iran in the package once we are liberated. He says their vision of strategic and powerful relations dates back to biblical times. When I was at the Wailing Wall, the remnants of what Cyrus the Great contributed in rebuilding the temples is still there for all to see. It's a testimony of how valuable and how durable this relationship should be. Julie Stahl, CBN News, Tel Aviv, Israel. It's an historic visit, an historic declaration that in addition to the Abraham Accords, where the sons of Ishmael and the sons of Isaac can come together and have peace, well, let's add to it the Cyrus Accords, where the Persians and the Israelites could be living at peace and cooperation. بله. شاه در اسرائیل این حرف ها رو زد و این کارها رو انجام داد. شاه، خب چجوری میشه دوستان، میشه بگید چجوری میشه که رسانه هایی که مافیای جهانی که به قول معروف پوست خودش رو کند، دهن خودش رو سرویس کرد که شاه رو از رسانه ها، از دنیا، از کشور ایران بیرون کنه، بعد از 44 سال همون شبکه ها میان و میگن شاه. خیلی جالبه، خارجی ها به پادشاه ایران میگن شاه، با افتخار هم میگن شاه. بعد ایرانی هایی هستن، 57 ها مخصوصا، چپی ها، که وقتی میگی شاه یا پادشاه، نمیدونم، میرن فاکتور میارن که شما فلان دفعه فلان کار با فلان مادر ما انجام دادید، پولشو ندید، بید پولشو بدید. برو اینا نتیجه اینه که یک مردمی از 1394 تصمیم به یک دگرگونی و به یک انقلاب گرفتن در ایران، نسل جوانی که آقای خدابخشیان اسمش رو گذاشته بود نسل شیک پاسارگادی، ولی یک نسل جوانی، نسلی که کلاه 57 دیگه سرش نمیرفت و دروغ دقل های ببین آخه خیلی جالبه، مثلا رسانه های خارج از کشور فکر میکنن که میتونن با دروغ و دقل این مردم و این جوان ها رو به قول معروف فریب بدن. آخه نمیدونن اینها. من یه بار با یکی از این 57 ها بحث میکردم، میگفت شما چرا انقدر بیادبید؟ این 57 به من میگفت، که من مهربانی یادشه، میگفت شما چرا انقدر بیادبید؟ چرا حرفاتون انقدر نیش و کنایه داره؟ چرا انقدر بد صحبت میکنید؟ بهش گفتم فرق ما با شما میدونید چیه؟ شما در یک نسلی به دنیا اومدید، در یک نسلی پرورش یافتید که دروغ توش خیلی کم میگفتن، خیلی کم. یه مثال هم واسش زدم، گفتم در زمان شما مثلا اگر میومده کسی مهمون میومد براش توی خونهش، بعد مثلا اگه میخواست از این مهمون پذیرایی کنه، حالا تریاک چیزی مثلا میخواست بهش بده، مثلا میرفت سراغ میگیره، میگه آقا مثلا تریاک کی داره مثلا توی این شهر؟ گفتم برو فلانجا رضا شیره ای یا علی شیره ای یا من تقه شیره ای، برو از اون بگیر. ولی من تو نسلی به دنیا اومدم که رادیو تلویزیونش صبح تا شب دروغ میگه، معلمش سر کلاس دروغ میگه، بقال سر کوچه دروغ میگه، خیاط دروغ میگه، نجار دروغ میگه، رفتگر دروغ میگه، همه دروغ میگن، صبح تا شب دروغ میگن. و اگر شما میخواید توی شهری بری بگی آدم سالم توی این شهر کی هستن، میگه یه نفر هست، برو فلانجا میتونی پیداش کنی. اون روز میگفتن یه دونه مواد فروش توی این شهر ما هست، رضا نمیدونم کیک، حالا میگم رضا رو جناب مهربانی هم باشه علی شیره ای مثلا میگفتن علی شیره ای اون داره. امروز شما تو هر شهری که بری اگه بخوای دنبال آدم سالم بگردی، فکر میکنم میگن یه دونه ممکنه فلانجا فلانی باشه. و فرق ما با 57 با شما اینه که شما دروغ نشنیدید، دروغ بهتون گفته نشد، رادیو تلویزیون رو راست بود، مسئولین حکومت باهاتون رو راست بودن، آموزش و پرورش کارش
آموزش و پرورش بود و خیلی مسائل دیگه. اما در دوره ما، یعنی بعد از 57، همه چیز اینها برعکس شد. بنابراین وقتی رسانه‌ای که حالا مجریش یک 57ی باشه مال اون روزگار، وقتی میخواد بیاد سر من نسل جوانی که صبح تا شب دارم دروغ میشنوم توی ایران رو کلاه بذاره، خب من میفهمم دیگه، متوجه میشه آدم دیگه. برای همینه که دیگه بهنود و نمیدونم فرخ رژیم نگهدار و نوری الله و امثال این عرازل و اوباش به قول من بین ملت ایران به هیچ عنوان جایی ندارن، چون این نسل، این مردم فهمید از کجا ضربش رو خورد. حالا خواستم برسم به این قدرت پادشاه. از 1394 این مردم تصمیم به دگرگونی میگیرن. اینم بهتون بگم این رستاخیز مدیون فضای مجازیه، یعنی همین فضای اینترنتی که ما داریم ما درش صحبت میکنیم. چرا؟ چون رسانه ها تا اون روز تمام تلاششون حفظ جمهوری اسلامی بود. طرف پرچم شیر خورشید رو میذاشت بغل دستش، اما در نهایت عمل کردش میشد دفاع از منافع جمهوری اسلامی. میگو آقا برید به فلانی رأی بدید که فلانی رأی نیاره و مردم رو تشویق میکرد به رأی دادن و خیلی کارهای دیگه‌ای که انجام میدادن. اما زمانی که رسانه ها یا مثلا یکی دیگه از کارهای رسانه ها این بود که حمله کنن به پادشاهی، صبح تا شب برنامه شطور و محمد لنین و عباس چاخان و نمیدونم شکو گوسفند و اسی چشقشنگ و علیرضا نوریزاده و یه مش از این عرازل اوباش صبح تا شب تو این رسانه ها بودن. اتفاقا پرچمشون هم شیر خورشید بود و صبح تا شب بر علیه پهلوی، بر علیه رضا شاه و بر علیه شاهنشاه برنامه می ساختن. از سوی دیگه هم که بی بی سی و رادیو فردا و امثال اون هم کارشون این بود. ولی 1394 به لطف رسانه مردم اومدن توی خیابون ها گفتن رضا شاه روحت شد و اینها هنگ کردن. اینا بازی رو باخته دیدن. آقا ما صبح تا شب داریم تبلیغ میکنیم، میگیم رضا شاه آدم بدی بود، شاهنشاه نمیدونم اینجوری بود، جلاد بود، خون میخورد، خون میریخت، شهبانو نمیدونم فلان کار رو میکرد، این کار رو میکرد، پس چجوری مردم آدم میگن رضا شاه روحت شاد، مردم میگن جاوید شاه، پس ما که داریم میزنیم شاه رو، پس اینا چرا دارن؟ به هر حال این مدیون همین فضای مجازی بود. آدمهایی که زمانشون رو گذاشتن، وقتشون رو گذاشتن، حالا در بخش های مختلف، کسی روی برگاش پست میذاشت مینوشت، کسی ویدیو میساخت، کسی برنامه میساخت، به هر حال. و بعد این انقلاب از 1394 استارتش خورد، راه افتاد تا رسیدیم به آبان 98، 1400، 1401. و در تمام این پروسه رستاخیزهای مختلف فقط یک نام از دل این جامعه بیرون اومد و اون نام پادشاه ایران بود. اینجاست که شما میبینید رسانه CBN میاد و توی گزارشش میگه شاه در اسرائیل فلان حرف رو زد، شاه در اسرائیل فلان کار رو انجام داد. این آغاز پیروزی ما ملت ایرانه. ولی باید حواسمون جمع باشه. دلخوش به قول اون یارو گجستک خمینی چی بود؟ میگفت دلخوش به این مقدار نباشید. دوستان قبل نفرستید لطفا، بذارید دوستان دیگه هم بتونن بشنون. دلخوش به این مقدار نباشید. تا اینجای داستان ما قبلا تجربهش رو داشتیم. کی؟ حدود 20-20 خورده ای سال پیش در مورد افغانستان همین سیستم، همین روال پیش رفت. میخوام درس بگیریم که کلاه سرمون نره ها، خیلی مهمه کلاه سرمون نره. در افغانستان هم اومدن همین به قول معروف کار رو انجام دادن، با پادشاه افغانستان وارد گفتگو شدن، احترامش گذاشتن، میبردنش، میآوردنش توی رسانه ها و خیلی جاهای دیگه. و بعد یه سری آدم رو دوروبر این پادشاه گذاشتن و بعد به اسم دموکراسی، انتخاب نوع حکومت توسط مجلس لوی جرگه، سرنوشت ملت افغانستان رو نابود کردن و پادشاه افغانستان هم به قول معروف، حالا دیدم یکی این قارقارک ها که همیشه برنامه‌های رستاخیز رو کپی میکنه بعد میاد میشه قارقار میکنه، یه کلیپ یه جایی همین بخش صحبت‌های رستاخیز رو داشت از زبان خودش میگه، مدام چون دانشش رو نداره، توانش رو نداره، فقط جمله‌ها رو توتیوار میگن اینها.
اگه همونجا اصلا ازش سوال بپرسی میمونه که اصلا ظاهر شاه مثلا اصلا رفت افغانستان، نرفت افغانستان، چند وقت تو افغانستان بود، بعدش چجوری اومد بیرون، اینا رو نمیدونه، فقط جملات رو میگن. داستان لویجرگ افغانستان به این صورت شد که مردمی متحد شدن بر علیه طالبان، نیروی نظامی آمریکا و اروپا وارد افغانستان شد، به اسم پادشاه انتخاب مردم رو گذاشتن توسط مجلس لویجرگه. آدم هایی تا اون روز طرفدار پادشاه بودن، یعنی از قبل در آب نمک خیس خورده بودن که حالا تغییر چهره بدن و بچسبن به پادشاه، اینا سناریوهایی که اتفاق افتاده ها دوستان. همون آدم ها یه دفعه میاد تو مجلس لویجرگه و به نفع جمهوری اسلامی رأی میدن و افغانستان تبدیل به جمهوری اسلامی میشه. و وقتی ظاهر شاه افغانستان میبینه بازی تموم شد یا کلاه رفت سر ملت ایران، خب تجربهش رو قبلش رو نداشته، عملا کار دیگه از دستش بر نمیاد. از بیانج ازم بیانج از کشور افغانستان میاد بیرون و برای همیشه دیگه هیچ وقت به افغانستان بر نمیگرده. یه درود بگو دوستان. درود دوستان. بگو بگو یه جاوی چه هم بگو. دوتا بوس هم بفرست. برو که بری. خب برو در بیا. اینو که نمت تو بخوری آخه پسر، این دیوینگه. برو خب برو در هم به من. خب شب بخیرم بگو بابا. برو برو در به من. برو دیگه بابا، برو کار دارم. ببخشید دوستان. به هر حال ما این تجربه ظاهر شاه افغانستان رو که داریم، از یک سو این همین الان هم ما داریم مهره هایی رو میبینیم که دارن یواش یواش آماده میشن برای اینکه نقش دلسوزان پادشاهی رو از امروز جا بندازن. این نکته بسیار بسیار مهمه. یکی از دوستان مثلا من نوشته بود که آقای قاسمی مثلا چرا شما به پاسدار کلاشی گیر میدی، چرا به مثلا به عرفان قانعی فر گیر میدی، چرا به فلانی گیر میدی، چرا نمیذارید یک جریان پادشاهی خواه درست بشه، چرا نمیذارید این آدم ها دور هم جمع بشن؟ یه یارو قارقارکی کیه؟ دوزاری است که این رسانه ها آلمانه تو آلمانه نمیدونم چیه اسم این قازغلن کیه توی تلویزیون ایران آریایی. به هر حال اومده بود بله این ها این دو نفر آدم مزدور هستن، نمیذارم این ائتلاف این اتحاد انجام بشه، این جریان شکل بگیره. ما همیشه گفتیم اولا جریان پادشاهی بله جریان پادشاهی یک ساختاریه که امروز به قول معروف یک ملت اعضای این جریان هستن، یعنی یک گروه خاص نیستن، یک ملت اعضاش هستن. وقتی میگیم یک ملت، صحبتمون از 85 میلیون یا حداقل 80 میلیون یا نه 70 میلیون جمعیت ایرانه. و این 70 میلیون توی یک جریان سامانه پادشاهی یا جنبش مشروطه کردنشون به قول معروف مثل این میمونه که شما بخوای یه قول چراغ جادویی رو که ببخشید بیرونه اینو بگیری به زور بکنیش تو لوله یک قوری انقدی بگی خب همش همینه، در صورتی که این قول انقدر بزرگی که فضا رو گرفته و کسی نمیتونه به قول معروف حریف این ابهتش بشه. وقتی شما تونستی این رو مهارش کنی، کوچولوش کنی، بیای بچپونیش تو لوله قوری جادویی، چی بهش میگفتن؟ چراغ جادو، همش میشه انقدر دیگه ها؟ انقدر. حالا این آدم ها میخوان این کار رو انجام بدن. ببینید سامانه پادشاهی یا جریان پادشاهی یا هر چیزی که میخواید اسمش رو بذارین توسط یک تن سازماندهی میشه امروز حداقل، یعنی قبل از سرنگونی، و اون یک تن کسی نیست جز شخص پادشاه. تموم شد رفت. من پادشاهی خواه لایو هم نمیدونم 2000 تا ویو میخوره، پست هم نمیدونم 185 تا لایک میگیره، 12 نفر میام مینویسن درود بر تو استاد، 15 نفر مینویسن بابا تو چقدر آگاهی. من اگر یابوورم داره و بعد بیام بگم منم که میخوام سامانه پادشاهی رو ترتیب بدم،
دو تا حالت داره، یا ابلهم یا مامورم، از این دو حالت خارج نیست. شما چجوری میتونی یک ملتی رو بیای، یک ساختاری رو که هویت یک ملت رو بیای خلاصش کنی توی یک جریانی و بگی این جریان نماینده این ملت ایرانه؟ بر اساس چی؟ چه کشکی، چه آشی، چه دوغی، چه انتخاباتی، چه نظرسنجی، کدوم بحث و گفتگو، کدوم مناظره؟ کسی که حاضر نیست بیاد از گذشته خودش حرف بزنه، حداقل بیاد بگه آقا من در گذشته از سپاه قدس تروریست جمهوری اسلامی حمایت میکردم، از مجاهدین مدافعین حرم حمایت میکردم، از جنایت جمهوری اسلامی در سوریه من حمایت میکردم، امروز پشیمونم. حداقلش اینه که بیاد اینو بگه، بیاد بگه آره یه روزی وزارت اطلاعات منو فرستاد در حزب پانیرانیست برای اینکه این حزب رو بترکونم، منفجرش کنم، برای اینکه آدم‌های این حزب اطلاعاتش رو در بیارم بدم به وزارت اطلاعات. اون روز فریب خوردم. آقا چرا نمیای اینو بگی؟ چرا نمیایید از گذشته خودتون رونمایی کنید؟ چرا من رستاخیز سیمرغ باید بیام یکی یکی سند بدم بیرون، بگم آقای پاسدار کلاش این صحبت شما در دفاع از مدافعین حرمه، بعد تو و دار و دستت که کجون برات بیای سگات رو بریزی تو سر ما که چرا این سعید قاسمی مزدور اومده این صدای حجت کلاشی رو پخش کرده؟ ای خب عراض لو باش، برید به حجت کلاشی بگید چرا این گوها رو خورده، اون این گوه رو خورده، من فقط پخشش کردم، اگر پخش نکنم خیانت بکنم به ایران. یا پاسدار عرفان قانیفر، خودش و پدرش یکی از، البته بیشتر پدرش، یکی از کلیدی ترین نقش ها رو، پدر عرفان قانیفر یکی از کلیدی ترین نقش ها رو در کشدار هموطنان ما در کردستان توسط خمینیون و دو فرقه تروریست کمال و دموکرات بر عهده داشته. پدر آقای عرفان قانیفر بیاد بگه دروغه، بیاد بگه پدر من سپاهی نبوده، فرماندار فلان شهر در شهرهای کردنشین ایران هم نبوده، تا من سنداش رو بدم به شما. بیاد بگه پدر من در اون شهر که شهر فرماندار بود و اون جنایت ها رو انجام داد، به خاطر اینکه مردم اون شهر توف و لعنتمون میکردن، پدر من مجبوره به فرار از اون شهر به سنندج و بعد از سنندج به همدان نشد، تا من اسنادش رو ارائه بدم بگم آقا مثل آخوند داری دروغ میگی، این سندته، این سندته آقا عرفان قانیفر. خب حالا یه عده میگن مثل همین یارو قارقارکه، میگن نه باید جریان پادشاهی خواهی شکل بگیره. منم میگم باید شکل بگیره، اصلا از خدامون شکل بگیره. اما جریان پادشاهی زمانی شکل میگیره که کشور ایران انقلابش رو انجام داده باشه و قبل از اون تیمی باید شکل، این صحبت رستاخیز سیمرغ، تیمی باید شکل بگیره که این تیم بتونه نمایندگی کنه حداقل بخشی از جامعه رو، و این تیم هم توسط من و این و اون رسانه و اون دکون و اون مغازه انجام نمیشه، این تیم توسط شخص پادشاه انجام میشه و به زودی هم ازش رونمایی میشه. حالا اینا میگن نه، اینا میگن ما بیایم همه تخم مرغامون رو، یعنی اون ملت رو، اون مرد، اون ملت یا اون قولی که از چراغ جادو اومده بیرون، اونو بیاریم لولش کنیم بکنیمش تو چراغ جادو، همه این چراغ جادومون رو دو دستی ببریم بذاریم تو طبق اخلاص، بدیم دست کسانی که خودشون مهره ارسالی جمهوری اسلامی هست، یعنی آقای حجت الله کلاش، یعنی عرفان قانیفر، یعنی بابک شکرابی، یعنی اون مزغونچیه که توی ترکیه هست، نمیدونم چی توی ترکیه بود که بود اون مزغونچیه. بعد وقتی من و رستاخیز سیمرغ، یعنی ما میایم اینها رو میگیم، ما میشیم مزدور. نه آقا چرا؟ جمهوری اسلامی از خداشه بتونه سامانه پادشاهی ایران رو در دست بگیره، از خداشه. مگه قومی که الان پرچم شیر خورشید رو نزد رو سینه‌اش، الان پشت رو زد؟ مگه
برزو ارجمند و حمید فرخ نژاد و اون احسان کرمی که از سمت جمهوری اسلامی اومدن. متاسفانه تا شما ها هستید نمیشه متحد شد، همه بدن و پاسدار و شما خوبید. والا به خدا شما ها خیلی خطرناکتر از حامد اسماعیلیون و رفقاش هستید. چی بهت بگم آخه من کامنتشو دارید میخونید دیگه. این اقدسان، اینا اقدسن، اصلا توهین ندارم. وقتی شما معنی حرف رو نمیفهمی، وقتی بازی سیاسی رو نمیدونی، وقتی نمیدونی مال خر کجاش ییلاقه کجاش قشلاقه، خب چرا اظهار نظر میکنی؟ همین من کجام خطرناکه؟ من گذشتم مشخصه، سابقم مشخصه، هر آن چیم که ببخشید گفتم در طول این 13 سال اتفاق افتاده. حالا اگر تو ندیدی محصر من نیستم که. بعد من که نیومدم بگم که نرو به حجت کلاش. اعتماد کنی حواست رو جمع کن، تخم مرغ تو تو سبد کی داری میذاری؟ حالا تو میخوای به اون حجت کلاش بدی؟ خب برو عزیز من، برو قربونت برم. کسی جلو گرفته؟ مگه اصلا ای گذاشتم پشت کلت که بی بشین اینجا حرفای خطرناکتر از حامد اسماعیلیون رو گوش کنی؟ بذار یه چیزی بگم خانم نوشین. تیزر رستاخیز سیمرغ وقتی میومد بالا، موقع برنامه تو فیسبوک بود، تیزرش که میومد بالا کل اپوزیسیون خودشون رو خراب میکرد. برو ازشون بپرس، برو از همون حجت کلاشی بپرس. صدا رفت؟ کجا رفت؟ دوستان صدا هست؟ دوستان صدا هست؟ دوستان بگید این صدا هست. تیزر رستاخیز سیمرغ میاد بالا. بله، تیزر رستاخیز سیمرغ میاد بالا یا لایوش باز میشه، کل این مهره های خابیده در اپوزیسیون خودشون رو خراب میکنن. برای همینه که آدم هایی مثل شما میایید و یک همچین حرف باقی چیز بدی نگفتم که. من میگم آقای حجت الله کلاش بیاد بگه در مورد سابقش، بیاد صحبت کنه، بیاد به مردم بگه، بگه آقا مردم من اون روز به قول صمد بود تو اون فیلم گفت بچه ما مست بودم نفهمیدم، عرق و شراب بششم دادن، قرضمو بالا آوردن، یادته صمد آرتیست میشود. بیاد همینجوری بگه، بیاد بگه آقا من نمیفهمیدم اون روز جمهوری اسلامی پولای خوبی به من میداد، منم خب به نفع جمهوری اسلامی عرعر میکردم، حالا امروز متوجه اجتماع. آقا بیاد بگه. مگر شما ایرادتون به جمهوری اسلامی همین نیست که پاسخگوی ملت نیست؟ مگر همین ایراد شما به جمهوری اسلامی نیست؟ آقا بیاد بگه. من سعید قاسمی یه آدمم که بالاخره 100 150 200 2000 10000 100000 نفر، 150000 نفر، 200000 نفر، برگا رو بخوای حساب کنی 500000 تا فالوور دارم. رستاخیز سیمرغ رو میگم، اما من که کسی نیستم. بالاخره بخشی از این مردم این دیگه. آقا بیا پاسخ بده. برای چی فرار میکنید از حقیقت؟ عرفان قانیفر توی توییتر تا بیه حرفی روش بزنی سری بلاکت میکنه. حجت لاشی هم همین کارو بلاکت میکنه. خب علی خامنه‌ای هم که میگیره حذفت میکنه. مجید رضا رهنورد میاد اعتراض میکنه، علی خامنه‌ای میاد دستشو میشکنه اعدامش میکنه. خب شما هم که دارید همین کارو میکنید. پس فرق بین علی خامنه‌ای و شما چیه؟ علی خامنه‌ای عبا عمامه داره، تو کچربار کروات تنته، مگه غیر از این بگی بیشتر از این فرقی دارید که؟ خب چرا همین پادشاه تو هر رسانه‌ای که میره شروع میکنن از به بسم الله زمان رضا شاه بهش انتقاد میکنن، ازش سوال میپرسن، تا همین الان حقرم جواب میده، مگه جواب نمیده؟ تا حالا دیدی از پادشاه سخنی پرسیده بشه، سوالی پرسیده بشه و ایشون پاسخ نده؟ تا حالا دیدید یه همچین چیزی رو؟ من چرا باید اون پادشاه رو ول کنم بیام بشستم دنبال کلاشی که
حتی حاضر نیست در مورد 3 سال پیش خودش در ایران بیاد توضیح بده. چرا؟ مگه خر کلامو گاز گرفته خانم نوشین بود چی بودی؟ مگه خر کلامو گاز؟ مگه من مثل تو ابله هم؟ نه، من عقل دارم، فکر میکنم. من میگم جمهوری اسلامی، کسی که نون جمهوری اسلامی رو خورد، نون جمهوری اسلامی بوی خون مردم ایران رو میده، و کسی که این نون رو خورد دیگه نمیتونید بهش اعتماد کنید. هر پیغمبری که میخواد باشه باشه، کسی که نون جمهوری اسلامی رو خورد نمیتونید بهش اعتماد کنید و نباید بکنید. نمونهش مشتبه واحدی، برید نگاه کنید. نمونه ترش میخواید؟ مسیح عدونجاد، مسیح گمی کلام. بازم نمونه میخواید؟ حامد اسماعیلی. بازم نمونه میخواید؟ موسوی. نمونه گنده تر میخواید؟ خاتمی. چند نمونه براتون بیارم. حالا آدمی که تا 3-4 سال پیش تو سپاه پاسداران بوده حاضر نیست بیاد به من و تو پاسخ بده که اون روز چه غلطی میکرده. بعد من باید بیام تبلیغ کنم ملت اون قولی که از چراغ بیرونه که کسی همه دارن میبیننش وحشت میکنن ازش، از هیمنش وحشت میکنن، یک ملته، اونو بیارم بکنمش توی لوله، بکنمش توی قوری، بعد اونم بدمش دست حجت کلاش و پاسدار عرفان و بانیفر. خب من این کارو بکنم که همین الان من دارم خیانت میکنم و اون عزیزی که نشسته توی ایران دارم خیانت میکنم. راست خواستم راجع به این مطلب صحبت کنم، نه صحبت این عقدس اومد بحث رو بود توی بقول معروف بابالیا. خوشبختانه دنیا صدای ملت ایران را شنیده است و خوشبختانه پادشاه ایران به عنوان نماینده ملت ایران به رسمیت شناخته شده و با پادشاه در حال گفتگو است. یک شنبه یک سخنرانی بسیار بسیار مهم پادشاه داره در آمریکا، حتما این سخنرانی رو ببینید. احتمالا اگر بتونیم همزمان ما هم شاید اگر بشه بتونیم پخش عبدی به زبان انگلیسی، ولی شاید بتونیم پخشش کنیم و بعدا در موردش بیشتر صحبت کنیم. بریم یه چند تا ویدیو از اردش سری با هم ببینیم. دوستان اردش پشتگویی رو هنوز یادته؟ اردش پشتگویی همین مگه زنده است؟ یه چند تا ویدیو از اردش سری ببینیم، یه کمی روحمون شاد بشه، برگردیم. یاری پروردگار جوانا، من به شما دست در دست هم راه پیروزی. زندانی خویش را به سوی عظمت و قدرت روزافزون کشور و به سوی تلقی و سعادت هرچه بیشتر مردمان مصممانه دنبال خواهیم کرد. ما با اتکاب میراث پرشکوه کهن آیندهای باز هم پرشکوهتر از گذشته خواهیم ساخت. من پرچم شاهنشاهی ایران را افراشته و پرافتخارتر از همیشه به شاهنشاه آینده ایران خواهم سپرد و او نیز آن را همچنان پرافتخار و افراشته به دست جانشین خود خواهد داد. ایران جاوید بود بروز خرافرازتر و ملت ایران روز به روز برومندتر سعادتمندتر خواهد شد. خداوند ایران در این راه شکوفند معظم یار همه ما باد. دوستان این یکی از ویدیوهای پرچم‌های شیر خورشید تاجداریه که ارتش سری داره در ایران بین مبارزان پخش کنه. 450 پرچم تا همین الانی که ما داریم صحبت میکنیم ظرف تقریبا میتونیم بگیم 2 ماه یا کمتر از 2 ماه 450 پرچم شیر خورشید تاجدار بین هم میهنان مبارزمون در ایران پخش شده توسط ارتش سری.
برای اولین بار. لطفا با آقای جناب آقای احمدی احمدی برو از زن برو خوشگل برو گوگولی مگولی. آدم هایی مثل تو که تعصب خرکی دارن خیلی بده. آدم هایی تعصب خرکی داشته باشن راجبه یا در مورد این آدم هایی که اندازه خر هم بارشون نیست. تا زمانی که ابلهانی مانند شما اینجا باشن، یعنی وجود داشته باشن، نخوان آگاه بشن، حتی اگر فردا هم حکومت پادشاهی ایران برگرده، تا زمانی که تو نفهمی تعصب رو باید برای حقیقت داشته باشی، پس فردا شاپور بختیار دوباره میاد، پس فردا قره باقی ها دوباره میاد، پس فردا قدرت الله همایون ها دوباره میاد، پس فردا جلال آل احمد ها دوباره میاد، پس فردا علی شریعتی ها دوباره میاد. چه درسی گرفتید پس شما از این 57؟ راجع به استاد احمدی حرف نزنید. بابا شعور هم خوب چیزیه. هر 4 سال به 4 سال یه آخوندی رو رنگ کردن تو چونمون، بستمون نیست دیگه. واقعا بستمون نیست. هر روز تو این اپوزیسیون یه نفر رو آوردن بالا واسمون گفتن این همونیه که همتون میخواید. خب رفتید چی شد؟ بستتون نیست؟ آقا خارج از کشور یک شخصیت وجود داره، یک شخصیت که میتونید به این شخصیت اعتماد کنید. خارج از کشور یک شخصیت، متوجه میشید این صحبت یعنی چی؟ یعنی شخص پادشاه. بقیه رو بریزید دور. من سعید قاسمی و رستاخیز که اصلا جزو حضوراتیم. من چی دارم به تو میگم؟ واجب استاد فلانی. عجب عجب داستانی داریم. مردم عاشق شعار، مردم عاشق دروغ، مردم عاشق این که یه نفر دیگه داد و بیداد کنه بگه آخیش خیالم راحت شد یه نفر اومد داد و بیداد کرد. مردمی که دوست دارن دیگران براشون داد و بیداد کنن. نادان. اولا این آقا 2 کلاس بیشتر سواد نداره. 2 کلاس. 2، یک آدم علاف دوزاری که در زمان بیانیه آخرین هشدار و آخرین ولیعهد که شهرام شارلاتان این دکون رو باز کرده بود، همین رضا احمدی آتش بیار معرکه بود بر علیه شاهزاده. نمیفهمی اینا رو؟ نمیدونید که شهرام همایون پدرخوانده همین رضا احمدیه؟ اینو نمیفهمید شما؟ چون یارو میشینه قارقار میکنه خوشت میاد. همین آقا برو به این قارقارک بگو دوستی که استاد خطابش میکنی، برو بهش بگو آقای قارقارک شما ظرف این 3 سالی که برنامه سیاوش آذری رو در دکون آریان وطنخواه قصف کردی چه کاری انجام دادی برای مبارزان داخل ایران؟ چی کار کردی؟ رسانه هم مثلا داشتی دیگه ها؟ برو ازش بپرس بگو آقا چی کار کردی شما برای مردم جز این که بی بشین برنامه رستاخیز سیمرغ رو کپی کنی بری یک خط در میون، حالا یادت هم که نمیمونه، یک خط در میون بری بشینی اونجا بگی و قارقار کنی؟ کاری دیگه هم کردی؟ تو آخرین هشدار و آخرین ولیعهد که بنزین میریختی تو حمله به پادشاه، استاد همایون شما سرت مثل رضا پهلوی نمیفهمه. یادت رفت آقای احمدی اینا رو داریم؟ ما همه رو داریم تو آرشیو رستاخیز. آقای همایون شما باید بیای به آقای پهلوی بگی که فلان فلان. یادت رفته اینها رو؟ ابله. ما حالا کاری بگم یه دکونی باز کرده وطنفا یه پول خونیه داره میگیره میخوره، 4 تا سگ و شغال هم مثل تو ریختن و تو حالشو میبرن مثل بقیه دکونایی که هستن. ما از همه تون عبور کردیم، از همه تون عبور کردیم، اولی کاری بهتون نداریم، وقت کنید در خود. اما همه
حرفم با این هم میهنیه که لطفا راوشی به استاد فلانی حرف بزنید. عجب. جمهوری اسلامی هم که میگه لطفا راجع به خمینی حرف نزنید. خب چرا حرف میزنید؟ اسرائیل هم میگه راجع به اسرائیل حرف نزنید. خب چرا حرف میزنید؟ خدا هم در قرآنش گفته راجع به قرآن و پیغمبران حرف نزنید. بحث رو باز نکنید. چرا؟ چون در نادانی بمانید. یاد بگیرید هر کس رو به نقد بکشید. هر کسی رو سوال کنید، بپرسید و بعد به یقین که رسیدید نتیجه بگیرید. عرض کنم خدمتتون که 450 پرچم شیر خورشید تاجدار بین هممیهنان توسط ارتش سری پخش شد با دست خالی، نه رسانه ای، نه بنیادی، نه مافیایی، نه منوچتاشمچی، نه کسی، خود شما هم میهنان. 450 پرچم شیر خورشید تاجدار ظرف دو ماه. حالا فکر کنید اگر رستاخیز سیمرغ یک توانایی رو داشت این 450 تا الان چه عددی میشد؟ یا اگر هم میهنانی به این طرح نور شاهی میپیوستن چه اتفاقی میفتاد؟ آقای همین یارو که نوشته راجع به استاد حرف نزنی خیلی بهش برخورده بود. 450 پرچم شیر خورشید تاجدار در ایران میشه بفرمایید آقای قارقارک توی دکون شهرافشار آریان وطنخوار چند تاشو نشون داده؟ چند تاشو نشون داده؟ مگه نمیگه من پادشاهی خواهم؟ مگه نمیگه ایران رو آزاد کنیم؟ مگه نمیگه بریزید تو خیابون؟ این پرچم ها دست جوون ها داخل ایرانه. چند تاشو نشون داده توی اون رسانه‌اش؟ از کدوماشون حمایت؟ اصلا سعید قاسمی مزدور سپاه و اصلا خود علی خامنه ای. این سعید قاسمی که الان سیویلشو زده خود علی خامنه ای. آدم بده. اینایی که داخل ایرانن که این ویدیو رو دارن نشون میدن، خب چرا از اینا حمایت نمی‌کنی آقای قرقرک؟ چرا به جاش بعد از حجت کلاش پاسدار دفاع کنی؟ میشه توضیح بدی؟ میدونید چرا دوستان؟ چون تلویزیون، هر تلویزیون یعنی رسانه در خارج از ایران منافعش در بودن جمهوری اسلامی. حالا میگم به چه صورت بودن جمهوری اسلامی یعنی حفظ منافع رسانه ها. اگر جمهوری اسلامی نباشه کی میاد داره بشینه ایران آریایی ببینه؟ اگه جمهوری اسلامی نباشه کی میره بی بی سی ببینه؟ اگه جمهوری اسلامی نباشه کی میره رژیم اینترنشنال ببینه؟ پیشکه. حالا اگر جمهوری اسلامی نباشه علی اصغر رمضان پور و آریان وطنخوار و دیگران از کجا باید بیارن پول به اون کارکنانشون بدن؟ دیگه جمهوری اسلامی نیست، کسی پول نمیده دیگه. بنابراین رسانه‌ها در خارج و جمهوری اسلامی لازم و ملزوم همدیگرن، مکمل همدیگرن. و اون کسی که قراره بره توی اون رسانه برنامه اجرا کنه باید خطوط قرمز رو رعایت کنه. حالا یا میفهمیم اینو یا نمیفهمیم. خطوط قرمز، وقتی این خطوط قرمز یعنی کاری عملی بر علیه جمهوری اسلامی انجام نشود در حد شعار، همین کافیه. و خود این شعار باعث زدگی جامعه میشه از اون سیستمی که داره در موردش تبلیغ میشه. نمیفهمم بعضی این چیزا رو. حالا ما هم توضیح میدیم. ولی خب آقای قارقارک، این پرچم که توی ایرانه چرا اینا رو نشون نمیدی؟ خود ارتش سری باشه. بیا چرا اینا رو نشون نمیدی؟ ما میدانیم سال 57 امریکا و ابرقدرت‌ها با یک حرکت احساسی و فریبنده سوار بر بیشعوری پدران ما شدن، به شورش 57 را رقم زدن و کشور ما را صدها سال از دنیا عقب انداختن. حال نیز استعمار پنهان باشکان ابرقدرت‌ها هنوز هم گریبان کشور ما را گرفته. این را با کمی مطالعه خواهید فهمید. هم بدرانم بر همگان واجب است که با استفاده از خرد و دانایی خود تلاش کنیم تا دست ابرقدرت‌ها و کشورهای دیگر را از سرزمین خود کوتاه کنیم
و بار دیگر انقلاب مانا که با خونهای بهترین جوانان ایران آبیاری شده به طور صحیح به مقصد برسانیم. ابرقدرت ها با استفاده از رسانه ها، نفوذی ها، ثروت و سلاحی که دارند سعی در فریب ما دارند. هموطنانم، جمهوری اسلامی، خارج نشین ها یا اپوزیسیون و افراد خائن سعی بران دارند که مانع بازگشت پهلوی و استقرار پادشاه در ایران شوند. ما تنها یک راه برای آزادی خود داریم و آن پادشاه قانونی است. دشمنان پهلوی بیشک دشمنان ایران هستند و باید هوشیار باشیم، چرا که بار دیگر فریب بخوریم کار ایران ما تمام است و خودمان نابود خواهیم شد. آینده ایران جاوید شاه. درود جناب قاسمی. پرچم سرنگ شیرخورشید تاجدار ایران توسط ارتش سری به دست ما رسید. سپاسگزارم از اساتید سیمرغ، مهران کمانپور، سعید قاسمی، پاینده ایران، جاوید شاه، میدان اصلی دست ماست. به زودی با این پرچم های شیرخورشید تاجدار ایران اساتید ایران به پیروزی خواهد رسید. پاینده ایران، جاوید شاه. بذار یه چیز دیگه نشونت بدم، بذار یه دوتا ویدیوی دیگه نشونت بدم. صداشونو نمیذارم براتون، فقط ویدیوهاشو ببینید. حالا اصلا خدمتتون که یکی نوشته بود که آقا بیایید راهکار بدید. چی یه چیز نوشته بود، چی نوشته بود؟ داشت شما هر شب میایید میگی فلانی بده، فلانی بده، حسنی بده، بد خیلی بده، بد. اگه برنامه رستاخیز سیمرغ رو دیده باشی متوجه میشی که ما اولا نمیگیم همه بدن، ما میگیم حواستون به این مهره ها باشه. یک، دو، همیشه ما تو رستاخیز سیمرغ راهکار دادیم. داری راهکار رو با چشمات میبینی، هنوز باور نمیکنی راهکار چیه؟ هنوز باور نمیکنی راهکار چیه؟ راهکار اینه که توی خیابون ها پادشاهت رو صدا کنی. هیچ راهکاری غیر از این وجود نداره. حمله نظامی به ایران یعنی نابودی ایران. اعتماد به کشورهای مختلف یعنی نابودی ایران. رفتن تو بغل اصلاح طلب یعنی نابودی ایران. رفتن تو بغل اصولگرا یعنی نابودی ایران. بازم راهکار میخواد. اگر بشین برنامه رستاخیز سیمرغ رو نگاه کنیم متوجه بشیم ما خیلی وقت پیش راهکارمون رو دادیم، دیگران کپی میکنن. نگاه کن آقای قاربارک، حالا صداشو برات نمیذارم چون صداشون رو تغییر ندادم. این پرچما رو ببینید، این پرچم ها داخل ایرانه. این پرچم ها به زودی در رستاخیز های پیش رو که منجر به پیروزی ملت ایران خواهد بود، اینا میان توی خیابان های شهر های مختلف. ببینین دوستان، صداشون رو هنوز تغییر ندادم، بنابراین صداشون رو باز نمی کنم. این هم صداش تغییر ندادم. چند تا پرچم میخواین دوستان؟ چند تا پرچم هم به نظرتون اینا؟ اینا توی شهر بسیار بسیار کلیدی و حساس ها. حالا میاد ویدیوش بیرون میبینید. اینا فقط برای یکی از تیم های ارتش سریه. اونایی که تا خورده اون همه پرچم هن. اونا همشون پرچم هن. اینایی که دیدید برای یکی از تیم های ارتش سری در یکی از کلیدی ترین شهرهای ایران. در هر شهری ارتش سری گروه های مختلف خودش رو داره و همه این گروه ها و همه این آدم های اعضای این ارتش سری مجهز به پرچم شیر خورشید تاجدار ایران خواهند شد. و شما وقتی میایید توی خیابون این سری دیگه خبری از سبزی پلو با ماهی و اینها نیست. شما لشکری از مردم رو در خیابان میبینی که پرچم شیر خورشید تاجدار به دست دارن. تاجدار راهکار چیه؟ 44 سال رضا احمدی و رضا احمدی ها نشستن فک زدن، نشستن سر این مردم کلا گذاشتن، نشستن دروغ گفتن، نشستن ماسمالی کردن برای جمهوری اسلامی.
44 سال مهدی که هیروینی نمیدونم با کیه 44 سال دو ماه ارتش سری 450 پرچم شیر خورشید تاجدار رسوم به جوانا داخل ایران که باورشون نمیشد یه روزی پرچم شیر خورشید تاجدار رو ببینن، حتی چه برسه به این که امروز در آغوشش میگیرن. میگم هر شب میای میگی میای بد میگی بد اینو میگی به دلیلش این بود ملت. خب بیا بالا ببینم چی میگی، درخواست بده بیا بالا ببینم چی میگی. آه 44 سال حرف زدید، خون ملت رو تو شیشه کردید. آریان وطنخوار، شرم شارلاتان، آقای مهندس حشره، آقای علی اصغر رمضان‌پور و بقیه اراذل اوباش، 44 سال. الان این ملت حداقل بخشیشون مجهز به پرچم شیر خورشید شدن، اونم تاجدار، و دارن از داخل ایران ویدیوهاشون رو میفرستن و دارید روی برگه‌های رستاخیز و جاهای دیگه میبینید. چرا اون آقایونی که میگن ما میخواییم جمهوری اسلامی سرنگون بشود، مردم بیاید توی خیابون بگید جاوید شاه، نه تو بخور، همه رو تو بخور، مال اون که هیچی، مال رستم منم بذاروش بخور. چرا اونهایی که میگن مردم بیاید بگید جاوید شاه، وقتی مردم پرچم شیر خورشید تاجدار تو دستشون داخل ایران، چرا این ویدیوها رو نشون نمیدن؟ میشه بگید پرچمای شیر خورشید رو در دایرکت پیام بدید، در همین برگه خدمتتون عرض کنم، راستی آزمایی میشه بعد خدمتتون عرض کنم. به هر حال دوستان، ویدیوهای پرچمهای ویدیوهای مختلفی از پرچمها به دستمون رسیده از شهرهای مختلف که اونها رو در آینده نزدیک یکی یکی یا شاید چهارتا چهارتا پخش، خیلی ویدیو زیاده، عرض کردم 450 پرچم شیر خورشید. اپوزیسیون در خارج از کشورش نتونسته 450 تا پرچم بده دست مردم، در خارج از کشور نتونسته، باور نمیکنید نتونسته؟ شهرام شارلاتان بود که دکون باز کرده بود. ما 450 تا پرچم شیر خورشید تاج دار تا الان پخش کردیم، هنوز موجودی و همین داستان همون بمانند و این رو میرسونیم به 45 تا. مطمئن باشید چه رسانه ها دلشون بخواد چه دلشون نخواد، چه ان ایرانیان در لباس مخالف جمهوری اسلامی مثلا دلشون بخواد چه دلشون نخواد، ما این کار رو انجام میدیم و ویدیوهاش هم با افتخار پخش میکنیم. نتیجه عمل رو شما در رستاخیز پیش رو خواهید دید. به هر حال دوستان، سپاسگزارم از همه عزیزانی که حضور داشتید. برای اینکه بتونیم قدرتمندتر این کار رو انجام بدیم، دوستانی که امکان حمایت از این طرح رو دارن در نور شاهی لطفاً شرکت کنن که ما بتونیم به قول معروف با امکانات بهتری کار انجام بدیم. عشق کنید پرچما رو ببینید، اینها در یکی از شهرهای کلیدی ایران در اختیار یکی از تیم‌های ارتش سرویس. این کی داره میگیم؟ هروینی کیه؟ باباشو میگه؟ یکی اون پایین هی داره میگیم چی میگیم؟ مختی هروینی، مختی هروینی، باباشو داره میگه؟ کی داره میگه؟ برای دوستان سپاسگزارم ازتون. یک شنبه صحبت پادشاه در اون نشست واشنگتن بسیار بسیار مهمه و اتفاقایی که تا اون روز میفته رو به قول معروف دور از نظر نداشته باشید، چون خبرهای خوبیه. خوشبختانه دنیا قبول کرد که با پادشاه ایران وارد گفتگو بشه. این بسیار بسیار به قول معروف اون شاه کلید انقلاب ملت ایران. اصلا به این حساب نذارید که دنیا بخواد برامون انقلاب کنه، نه، پادشاه موفق شد دست مافیا رو از پشت جمهوری اسلامی بیرون بکشه. آیا شایعاتی هم بود در مورد 7 میلیارد دلار پول
ایران در کره جنوبی که آزاد شده و فلان، اینا همشون مصرف داخلی دارن. ایران انقدر سرمایه داره، انقدر ایران بعد از جمهوری اسلامی انقدر توانایی داره که اصلا این پولها جز جایی حساب نمیشه. خب کارش درست علی رضا اینجا چیکار میکنه عزیزم؟ کارش درسته اینجا چیکار میکنه؟ قربونت برم. ما گفتیم کارش غلطه. خیلی کارش درسته که تونسته آدمهایی مثل شما رو فریب بده. خیلی خامنه‌ای خیلی کارش درست بود، تونست یک ملتی رو تبدیل به امت کنه. شهرام شارلاتان خیلی کارش درست بود که تونست با مدت 20 چند سال سر کارتون بذاره. خاتمی خیلی کارش درست بود، تونست خرمون کنه. اصلاح طلبان خیلی کارشون درست بود، تونستن 26 سال خرمون کنن. کارشون درست بوده دیگه، اگه درست نبود که نمیتونستن ما رو خر کنن. ما منظورم مردم شما رو هم قبول داریم برگه میشه. نه من اصلا نه نوکر نه فلان. یاد بگیرین تعصب خشک نسبت به هیچ چیز و هیچ کس نداشته باشه. یک تعصب باید نسبت به وطنت داشته باشی، و دومین تعصب نسبت به حقیقت. حقیقت ببینید، حقیقت با واقعیت فرق می‌کنه دوستان. واقعیت اینیه که شما الان دارید می‌بینید، یه سعید قاسمی لباس قرمز پشت سرش پرده، این چیزی که دارید می‌بینید این واقعیته، یعنی واقعیه، دارید با چشم می‌بینید. اما حقیقت پشت واقعیت اون همیشه از شما پنهانه. تلاش کنید اون حقیقت پشت واقعیت رو ببینید. ما تو رستاخیز سیمرغ تلاشمون در این سالها این بوده که واقعیت رو بشکافیم، بازش کنیم، حقیقت پشتش رو به مردم نشون بدیم. اینجا اونجا یک عکس پاسدار کلاغ، پاسدار عرفان و قانیفر میزنه بیرون. اون حقیقت است که صحبت دفاع حجت کلاشی میزنه بیرون از سپاه تروریستی پاسداران. اسم اون حقیقته. این چیزی که شما دارید میبینید واقعیته، یعنی چشمتون داره واقعیت رو میبینه. سعید قاسمی دستاش داره تکون میخوره، داره حرف میزنه، واقعیته. اما حقیقت پشت پرده رو نمیدونید. حقیقت پشت پرده اینجا کی میدونه؟ من الان میدونم که این پرده رو بزنم کنار، حقیقت این پشت یه خیابونه، یه جنگله، یه فلان، همه اینا رو میبینم. ولی شما نمیبینید، شما فقط این واقعیت رو میبینید. در مورد رسانه آدم‌ها هم همینن. من توضیح دادم در مورد عملکرد افراد و خط قرمز رسانه ها. هیچ رسانه هم استثناء نیست. حفظ جمهوری اسلامی یعنی تامین منافع رسانه. حالا هر کدوم از اینا میخوام باشم باشم. بله سپاسگزارم. پاینده ایران جاوید شاه، منتظر دوستان برای کمک کردن در طرح نور شاهی هستم. برای تحویل پرچم هم ارتش سری میتونید به دایرکت رستاخیز سیمرغ پیام بدید، با تو هماهنگ میکنیم و خیلی کارهایی که بعدش اتفاق میفته. پاینده ایران جاوید چه اومدم نیم ساعت صحبت کنم، نزدیک یک ساعت خورده ای حرف زدم. تا بعد، بدرود.